درود و به نام خدای رنگین کمان. امیدوارم هر جایی که هستید شاد باشید و پیروز و آماده باشید تا آخرین روز هفته رو هم با موفقیت بگذرونید. من قبل از اینکه در مورد چشمانداز اقتصادی و امروز صحبت کنم، و اول از همه برای صدا و وضعیت صدا معذرت خواهی میکنم. بخاطر سرماخوردگی نمیدونم چه ویروس عجیب غریبی که 3 4 روز گرفتم، و مسئله بعدی اظهار تاسف کنیم از وضعیتی که برای امیر رسایی عزیز و توماج صالحی عزیز ایجاد شده، و حکم اعدامی که اجرای اونها هر دو اونها قریب الوقوع هستش. و از همه عزیزانی که ایرانیانی که هر جای دنیا هستید خواهش میکنم کمپین کنید و همراه هم باشیم تا بتونیم جلوی ظلم بیشتر جمهوری اسلامی رو بر ما ایرانی ها و در مقابل آزادی بیان بگیریم. اجازه بدید بریم روی تقویم اقتصادی و ببینیم که خب از نظر داده اقتصادی وضعیت به چه صورته. من اول از گزارش های درآمدی شروع می کنم. دیروز روز شلوغ گزارش های درآمدی بود، گزارش هایی که اکثرا بهتر از پیش بینی بودن و باعث شدن که بازار سهام رشد خوبی داشته باشه. مایکروسافت، گوگل، اینتل، اکثر بوئینگ، اکثر اینها ایرباس، اکثر این وسط ایرباس در واقع هم گذاشت سوبیه ده هر سهمش هم درآمد منفی بود، ولی بقیه از جمله هانیول اینها، تی موبایل، اینها گزارش خیلی خوبی ارائه کردن و باعث شدن که یک رشد نسبی در بازار سهام داشته باشیم. البته این رشد ها با توجه به داده اقتصادی مقدار محدود شده که حالا در مورد داده اقتصادی در موردش صحبت میکنیم. اما امروز در تقویم اقتصادی و در گزارش های بخش گزارش های درآمدی اکسون موبیل رو داریم، شبرون رو داریم، اینها توتال انرژی رو داریم، این 3 تا شرکت بزرگ انرژی رو داریم که بسیار بسیار مهمه که بررسی کنیم اینها رو. ولی خب با توجه به افزایش قیمت نفت در 3 ماه گذشته و نفت و بنزین در 3 ماه گذشته، پیش بینی میشه که اینها گزارش خوبی داشته باشن و رشد های درآمدی خوبی هم داشته باشن، هم اکسون موبیل، هم شبرون، هم توتال انرژی. اینا مهمترین گزارش درآمدی امروز هستن. اما روی تقویم اقتصادی اگه بخوایم بریم، قبل از اینکه اونا به جلسه امروز بانک مرکزی ژاپن بخواد بپردازیم، در مورد دیروز صحبت کنیم که حتی خب دیروز هم بانک مرکزی ترکیه جلسه داشت. در بیروز تسانی دیروز در مورد صحبت کردیم که نرخ بهره در 50% حفظ کرد، در موردش صحبت کردیم و توضیح دادیم کامل در مورد وضعیت ترکیه و نرخ بهره 50% و عواملی که باعث شد این نرخ بمونه و تاثیری که میتونه به بازار بذاره. پیشنهاد میکنم که به روزرسانی روز گذشته رو ببینید. اما در ایالات متحده دیروز دو تا سورپرایز داشتیم. یکی درخواست های اولی برای دریافت بیمه بیکاری بود، که یعنی درخواست برای دریافت بیمه بیکاری، یکی هم درخواست اولی و هم درخواست مداوم، درخواست های اولی به 207,000 تا کاهش پیدا کرد. یعنی چیز عجیب، از 212,000 تا که پیش بینی میشد به 214,000 تا درخواست افزایش پیدا بکنه، کاهش پیدا کرد به 207,000 تا. و این یه سورپرایز دیگه بود در مورد وضعیت بسیار عالی بازار کار. یه جوری شد همه ما سورپرایز شدیم نسبت به اینکه چقدر وضعیت بازار کار همچنان انقدر قوی و انقدر خوبه. درخواست مداوم هم به 1,781,000 رسید، این کمترین عددی که در طی چند ماه گذشته ما داشتیم. شما هم جدی در طی چند ماه فکر می‌کنم تا 1 سال گذشته هم عددی نداشتیم. اینکه درخواست های هر هفته داره کاهش پیدا میکنه، باعث شد که درخواست مداوم هم در طی هفته های مختلف به پایین ترین سطحش در حالا باید نگاه کنم در جمعات، ولی عدد بسیار بسیار پایینه. اما سورپرایز دیگه ما تو بخش، یعنی دیروز 3 تا داده اقتصادی که منتشر شد واقعا سورپرایز بود. سورپرایز دیگه ما در مورد کور پی سی پرایس بود، یعنی شاخص تورم مصرف کننده در 3 ماهه اول، که در 3 ماهه 4 سال گذشته به 2% رسید، پیش بینی میشد به 3.4% برسه، به 3.7% رسید. یعنی نشون داد که تورم مصارف شخصی در 3 ماه اول بسیار بالاتر از انتظارات و چشم اندازها بودند. این در حالیه که تولید ناخالص داخلی که پیش بینی میشد 2.5% رشد داشته باشه، 1.6% صفر رشد داشت. البته اینو میگم که اینها برآمدهای اولیه هستن و برآمد نهایی نیستن، ولی خب همین برآمد اولیه هم 1.6% یه جورایی شاید خیلی از فعالین بازار رو ناامید کرد. از اون طرف فروش خونه های موجود که در ماه گذشته، یعنی در ماه فوریه 1.6% رشد داشت، در ماه مارس 3 دهم، در ماه مارس که پیش بینی میشد 3 دهم درصد رشد داشته باشه، 3.3% پیش بینی میشد، دقت بفرمایید، اما 3.4% رشد کرد. این یه چیز عدد خیلی بالایی در مورد فروش بخش خونه‌های موجود. همین نشون میده که اقتصاد در ایالات متحده یه داده‌های بسیار متناقضی داریم. یعنی با اینکه تولید ناخالص داخلی عدد پایین‌تری رو نشون داده در برآوردهای اولیه، ولی رشد بازار کار
تورم بالا و فروش و وضعیت خوب بازار مسکن اعداد خیلی خوبی بوده. احتمال اینکه اینها در واقع در این اعداد در میگه که احتمالا در بازبینی های آینده تولید ناخالص داخلی هم اعداد بسیار بهتری به ما گزارش خواهند داد. اما امروز تا کنون مهمترین اتفاقی که تا الان داشتیم جلسه بانک مرکزی ترکیه بود که خب نرخ بهره در 1.2% حفظ کرد. میدونیم که در جلسه قبلی خودش بانک مرکزی در ژاپن نرخ بهره در 1.2 نرخ بهره از حالت در واقع منفی خارج کرد به 1.2% رسوند و این رشد رشد نرخ بهره همراه شد با در واقع پایان محدود تعیین محدوده برای سود اوراق قرضه که اون موقع باعث شد که مقدار ین ژاپن تقویت بشه، اما در ادامه با توجه به داده اقتصادی ضعیف و تورم بالایی که داشتیم این دوباره ین تضعیف شد و این مقدار وضعیت ین رو در پایین‌ترین سطحش در 34 سال گذشته می‌بینیم. با توجه به چشم‌اندازی که وجود داره فعلا چشم‌انداز چندان روشنی هم برای رشد ین متصور نیستیم مگر اینکه بخواد دولت دخالت ارزی ایجاد بکنه. در این حال بانک مرکزی در ژاپن تولید ناخالص داخلی رو خیلی عددش رو پیش بینیش رو کمتر کرد، یعنی چشم اندازش نسبت به تولید ناخالص داخلی پایین‌تر بود و نسبت به تورم چشم انداز بالاتری رو کرد که اینها با هم دیگه باعث میشه که ما نسبت به اقتصاد ژاپن برای سال پیش رو در ادامه سال 2024 چندان خوشبین نباشیم. اما امروز و در ادامه علاوه بر اینکه جلسه بانک مرکزی در روسیه رو داریم و باید حواسمون باشه که ببینیم که روسیه چیکار میکنه که پیش بینی میشه روسیه مثل ترکیه و مثل ژاپن نرخ بهره رو ثابت نگه داره در 16 درصد. میدونیم که نرخ بهره در ترکیه در روسیه به هولش 7 نرخ تورم به هولش 7 درصد است، 6.7 درصد به 7 درصد و بانک مرکزی برای کنترل تورم احتمالاً نیاز خواهد داشت که نرخ بهره بالا رو برای مدت طولانی کنه و احتمالاً 16 درصد رو ما بدون تغییر خواهیم داشت. اما در ایالات متحده تمرکز ها روی دادهای تورم درآمد و مصارف شخصی خواهد بود که حالا تورم مصارف شخصی و تورم درآمد میزان درآمد اینها همه امروز پیش بینی میشه که پرسونال اسپندینگ میزان مصارف شخصی 6.5% رشد کنه و تورم یعنی کور پی سی پرایس تورم هسته مصارف شخصی که مهمترین عدد مورد مهمترین تورم مورد استناد بانک مرکزی هستش پیش بینی میشه که از 2.8% به 2.6% کاهش پیدا بکنه که من فکر نمی کنم به 2.6% کاهش پیدا بکنه، احتمالا 2.7% یا همون 2.8% باقی بماند. یعنی که تورم مصرف شخصی در مقیاس ماهانه باید 3.5% باش کنه، هم هستش هم تورم عمومی. این در مورد تورم مصرف شخصی که امروز در واقع مهمترین چیزیه که مهمتر عاملی که باعث حرکت بازارها خواهد شد. اما در روسیه علاوه بر نشست بانک مرکزی و جلسه بانک مرکزی ما بعد از ظهر هم تولید ناخالص داخلی جی دی پی رو داریم، خود فروشی داریم و نرخ بیکاری. نرخ بیکاری در روسیه بسیار پایین 2.8% 2.9% که خب حالا دلیل اصلی شاید بیشتر اون شدت جنگی هستش و استخدامی که در ارتش و نیروی نظامی هستش باز که نرخ بیکاری بسیار پایین باشه در شدت جنگی و چیز طبیعی هم هستش. این کلیت وضعیت بازارها. حالا بریم روی چارت ها اگر بخوایم نگاه کنیم که روی چارت ها چه خبره، ببین با توجه به گزارش خوب درآمدی که ما داشتیم دیروز رشد بسیار خوبی رو در بازارهای سهام داشتیم. در مورد این مسئله من دیروز صحبت کردم، گفتم که حتی اگر رشد خیلی خوبی هم داشته باشه یعنی گزارش درآمدی باعث رشد خوب بشن، مثلا در مورد اس ام پی 500 زیر 5150 دلار حتی اگه تا این سطح برسیم باز هم روند اون دیدگاه عمومی نرم نزولی تغییری نمیکنه. یعنی ما این اگر بخوایم اوپس یعنی ما اگر بخوایم اینو در نظر داشته باشیم، چرا اینطوری شد؟ یعنی اگر ما بخوایم اینو در نظر داشته باشیم روند نرم نزولی تا زمانی که زیر 5100 دلار هست اس ام پی 500 این تغییری از نظر ما در
این تغییری از نظر ما در اون روند نرم نزولی ایجاد نمیکنه. خط روندی که الان اینجا ما داریم در کوتاه مدت این سطح مقاومت قلبی رو حدود 5150 دلار مشخص میکنه و تا زمانی که اصلا خصوص زیر این سطح روند نرم نزولی عرض کردم دیروزم صحبت کردم خدمتتون که گزارش درآمدی باز شده در کوتاه مدت بره بالا با توجه به شرایط اقتصادی که ما داریم، فشار اقتصادی که داریم، تولید ناخالص داخلی ضعیفی که داشتیم، اینا باعث میشه که ما در بازار سهام بوششون محدود بشه. یه نکته باید توجه داشته باشیم که اگر بانک مرکزی قانع بشود نسبت به اینکه بره نرخ بهره رو کاهش بده، دلیلش چیه؟ دلیلش ضعف در اقتصاده. یعنی اگر ما ضعف در اقتصاد داشته باشیم، بانک مرکزی میره به سمت کاهش نرخ بهره، یعنی در واقع دلیل رشد بازارهای مسئله منفیه و همین دلیل هم نمیتونه رشد در واقع قوی و شدیدی باشه. و این دلیلی که فکر میکنم که روند صعودی محدود خواهد بود و اون روند نرم نزول عمومی همچنان صادقه. در مورد دیگر بازارها شاخص دلار هم خب ما دو تا رفتار متناقض داشتیم که این دلیل اصلیش اون دادهای بازار کار و بعدش دادهای جی دی پی بود که هر دو اینا باعث شد که دلار یک رفت و برگشت شدید داشته باشه و به یک حالت تعادلی فعلا برسه. امروز دادهای تورم، میزان درآمد و مصارف شخصی باعث میشه که وضعیت بازار دقیقتر مشخص بشه. این کلیت بازارهاست. بخش منم میگم خیلی حالم خوب نیست، یکم باید استراحت کنم که بعد از اون ساعت 6 وبینار داریم، ساعت 6 به وقت ایران. لینکشو برای بچه‌ها که قبل هست اون بالا گذاشتم، برای بچه‌ها که اینستاگرام یا یوتیوب ببینید زیر ویدیو یا در بالا در بایو هستش، ساعت 6 به وقت ایران میبینمتون. تا اون موقع من خود استراحت کنم، حالم بهتر بشه و با انرژی بیشتر در خدمتتون باشم. بازم اگه سوالی بود میتونید زیر همین ویدیو چه در اینستاگرام چه در یوتیوب بنویسید، سعی کنم در بر فرصت برگردم و به سوالات شما جواب بدم یا حتما خودم در دستم.